چرا با وجودی که اسلام اینقدر روی عقلانیت، روی فکر تأکید داره و به او جایگاه خاص قائل شده و یک منبع معرفتی برای دین در نظر گرفته شده، اساسا چرا این مسئله اصلا مطرح میشه؟ علما گفتن ضدیت دین با عقل اساسا مسئله جامعه اسلامی نیست. ما با این مسئله کاملا کنار آمدیم، برای ما حل شده است که هیچ گونه ضدیت و تضاد میان عقل و دین برقرار نیست. پس این از کجا ورود کرده در جامعه اسلامی ما؟ این در جامعه اسلامی بزرگترین سرمایه گفتین عقل. بله عقل است، ولی در این حال میبینیم یک مقدار اشکالات مطرح میشه و دغدغه ذهنی خیلی از جوانان امروز ماست. پس مشخص میشه که از بیرون وارد شده این فکر، این تبلیغات از کجا وارد شده؟ چنانچه شما در آغاز برنامه بیان کردید، در آخر قرن 17 یا آغاز قرن 18 یا عصر روشنگری آغاز شد. خرافاتی که در دین مسیحیت وجود داشته و یک مقدار رفتارهای ضد عقلی که از طریق اربابان کلیسا، کشیش ها و اسقف ها در عرصه اجتماع به نمایش گذاشته شد، دانشمندان غربی تلاش کردند که بیاید جامعه را از چنگال این دین نجات بدن، خرافه زدایی بکنند. خب در واقع ناظر به اندیشه خرافی مسیحیت و اربابان کلیسا بود که این اندیشه مطرح شد، ضدیت عقل با دین، ضدیت علم با دین به تعبیرات دیگر و مباحث دیگر اینطوری مطرح شده. چرا این اندیشه؟ خب کلیسا چی کار کرده بود؟ مسیحیت چه ایرادهایی داشت که این اندیشه مطرح شد در عصر روشنگری؟ شما ببینید تفتیش عقاید، خب بحث مفصل است، امیدوارم بینندگان عزیز خودشون تحقیق کنند که اربابان کلیسا به خاطر حفظ منافع شخصی و قدرت خودشان تفتیش عقاید به راه انداختن. کسی که از این عقاید، از این مکتب پیروی کند خوب، اگر نه زندانش میکنند، تهدید و قتل و اعدام های فجی و این مسائل که مشهوره و میتونه از طریق اینترنت هم بینندگان عزیز جزئیات مسئله رو پیگیری بکنه. یعنی کار درست بود که بر اعتقادات کلیسا، باید اعتقاد کلیسا رو میپذیرفت، همراه باشه، همراه باید میبینید که این کشیش ها اینا اعتقاد درست رو به خورد مردم میدهد یا نه، به این کسی حق انتخاب نداشت، نباید اعتراض میکرد و حق دخالت هم نداشت. این یک مسئله. مسئله دیگر مسئله تسلیس، مسئله مبدعی هستی، مسئله خالق هستی. خب هیچ عقل سالمی نمیتواند تسلیس رو بپذیرد. خدای سیگانه ای که در عین حال واحد است، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس، اینا وقتی ما به عقل عرضه بکنیم طبعاً این عقل بر نمیتابه، ردش میکنه این مسئله رو. یک چیزی که در این حال هم یکی باشه، هم سه تا باشه، هم سه تا باشه. خب تاسیس از عقاید معروف مسیحیت است و همینطور فدا شدن حضرت مسیح برای گناهان بشر. حضرت مسیح به صلیب کشیده شده تا یک فدیه آسمانی و الهی باشه برای جبران گناهان انسان ها. از این پس انسان آزاد از هر گناهی را انجام میدهد، کفارش قبلا پرداخت شده. قبلا بیمه شده. کدام عقل سالمی میتواند بپذیرد؟ مشخص است که هر دانشمند و هر انسان عاقل علیه این اندیشه باید بجنگ مبارزه بکنه. درست. این گناه خرافات مطرح بوده، یا اعتراف به گناه با گرفتن و با دادن پول گناهان انسان بخشیده شد. اینا میرفتن در نزد پدر روحانی یا کشیش در کلیسا اعتراف میکرد به گناهانشون. به همین راحتی خب کشیش حق بخشش داشت که من میتونم ببخشم گناهان تو را، در مقابل مقدار پول باید تو بدهی. خب اینها عقل انسان ها وقتی خوب تحلیل بکنه، اینها یک نوع فریب دادن جامعه بشری است. این مسائل، این خرافات در بین اربابان کلیسا در دین مسیحیتی که کاملا ساخته و پرداخته ذهن بشری بوده، خود مسیح امروز قبول داره که تحریف شده، آنچه از انجیل امروز ما در اختیار داریم نوشته شده و یادداشت های شاگردان حضرت عیسی مسیح علیه السلام است، اصلا دلست. ارتباط با آسمان و با وحی نداره. خب دانشمندان غربی که ما انشالله در مباحث بعدی خواهیم پرداخت که کیا طرفدار این مسئله شدن و ورود کردن اولین بار، که بیاییم ما عقل را خرافه زدایی بکنیم، بیاییم جامعه بشری را از چنگال اربابان کلیسا نجات بدهیم. از کجا ورود کردن؟ از این را که مسئله را مطرح کردن، عقل و دستاوردهای علمی بشری امروز با این آموزه های دین اصلا سازگاری ندارد، بلکه در تضاد کامل قرار دارد. مطرح کردن، تبلیغات کردن و اینجا مطرح گسترده شد. اما بدی اینجا بود که این اندیشه ناظر به دین مسیحیت مطرح شد، ناظر به رفتارهای نادرست اربابان کلیسا مطرح شد، ولی از اونجا سرایت کرد به جامعه دیگر و به ادیان دیگر، از جمله دین مقدس اسلام و جامعه اسلام. فکر کردن که ما همو بلایی را که توانستیم بر سر مسیحیت بیاریم، منزوی کنیم،
منحصرش کنیم در چهار دیواری کلیسا و منحصرش کنیم در یک مقدار مناسک و اعمال بسیار فردی و خشک و دین را در یک جمله از عرصه اجتماع حذفش کنیم، دین را شخصی بکنیم، دین را شخصی بکنیم، یک مقدار عوامل خشک و شخصی، همه بلا را می توانیم سر دین اسلام هم بیاریم. درست. ولی ما عرض ما اینه که میان اسلام و مسیحیت از زمین تا آسمان فرق است. او ساخته و پرداخته ذهن بشری، اما اسلام ریشه در آسمان دارد. اسلام متکی بر قواعد عقلی است. اسلام در مورد علوم امروزی نظر دارد. اسلام می تواند شؤون اجتماعی بشریت را مدیریت کند، سبک زندگی عقلایی و منطقی که مطابق با فطرت انسان ارائه بدهد. لذا این اشتباه را کردن و فکر کردن که مسیحیت و اسلام یکی است، در حالی که فرق زمین تا آسمان میان این دو تا دین مطرح است و نمیشه او مسائل را که در مورد مسیحیت در ضدیت عقل و دین مطرح بود، همو را بیاییم در مورد اندیشه اسلامی اجرا بکنیم.